broadcast domain. ببینید ما وقتی صحبت میکنیم یا خطاب صحبت من مثلا به شما شخص خاص میگم و همه گوشاشون رو بگیرم من دارم با ایشون صحبت میکنم، خب اصطلاحاً ما یه ارتباط چی؟ وان تو وانی رو برقرار کردیم. به این نوع ارتباطات اصطلاحاً ارتباطات یونیک هست میگیم. یه زمانی هست میگیم نه، یه جمعی هستن اینا انگلیسی زبانن، اینا فارسی زبانن، منم فارسی زبانم، میگم آها من میخوام با فارسی زبانان صحبت بکنم، این ارتباطه میشه چی؟ ارتباطه تو اینی من جمعی میخوام صحبت بکنم. خب و یه زمانی هم اصلا ارتباط هم اصطلاحاً وان تو اوله، برودکسته، من میخوام با همه صحبت بکنم. زمانی که من میخوام با همه صحبت بکنم اون آی پی برودکسته بود، برودکست آی پی، از اون آی پی برودکسته اینجا استفاده میکنم. پس کاربرد آی پی برودکست میام مقصد آی پی آی بسته های خودم رو، زمانی که بسته رو میخوام این کپسوله بکنم تو لایه سوم قرار شد که یه هدری بهش اضافه بکنم دیگه، درسته؟ این پی دی لایه چی بود؟ لایه چهارم بود. تو لایه سوم گفتم یه هدر اضافه بکن، هدر لایه سوم هم چی بود؟ HN. یک بخشیش سورس آی پیه، یه بخشیش هم دستینیشن آی پی. اگر قرار من بسته ای رو به صورت سوال شما، اگر قرار من بسته ای رو به صورت برودکست بفرستم، میاد بسته دستینیشن آی پیش رو آی پی برودکست رو شبکه قرار میده. مثلا من اگر دارم از شبکه 192.168 1.0/24 استفاده میکنم، اینجا میذاره 192.168 1.255 و این میدونه که آقا این بسته رو باید برای همه بفرسته. حالا داستان چیه؟ داستان اینه که مفهومی داریم به نام بی دی یا برودکست دومین به محدوده انتشار پیغام های برودکست. اصطلاحا ما چی میگیم؟ برودکست دومین. به محدوده انتشار پیغام های برودکست اصطلاحا میگیم چی؟ برودکست دومین. بیا کمک. خب داستان چیه؟ داستان اینه که آقا من هاب دارم اینجا، اینا رو میگه باید همینجا یادش بگیریم. یه پیغام برودکست اومده، یه برودکست مسیجی اومده. به نظر شما اگه یه پیغام برودکست برسه به هاب چه اتفاقی میفته؟ احسن، برای همه غیر از خودش وارد، در واقع بجز اینترفیسی که ازش اون پیامو دریافت کرده، اصطلاحا میگن هاب یک دونه برودکست دومین داره. معمولا این همیشه این تیپ سوالا تو سوالات بین‌الملل وجود داره. هاب یک دونه برودکست دومین داره. خب
اگر اینجا سویش بود چه اتفاقی میافتاد؟ یه برودکست مسیجی ارسال میشه. رسیده به یه سویچ. چه اتفاقی میفتاد؟ بله، سویچ هم به همه میفرسته. سویچ هم فوروارد میکنه به همه غیر از اینترفیسی که ازش گرفته. اصطلاحا میگن سویچ هم یک دونه برودکست دامین دارد. یه علامت سوال میذارم، بعد از نهار میگم که آقا این علامت سوال برمیگرده به کانسپتی به نام ویلن. آقا زحمت کشید، ببخشید. خب بوده داستان کجا مهم میشه؟ اینجا. بله خوش بارم. وقتی که اومد ساعت 3 توی ارسال پیام او میاد هدر میچسبونه بهش، مثلا دو تا هدر میزنه که یکی مقصده یکی مقصده. وقتی که برمیگرده من نت میشه قسمت چی میگه؟ گفتم یه داستانی داری که اون داستان گفتم یه داستانی داره اون داستان داره انشالله تو سی سی ان ای که از کجا میفهمه باید که آقا وقتی که شما مپ کردی پرایویت رو پابلیک از کجا میدونی که باید بفرسته به اون موده؟ هم یه نکته این داری که اون نکته انشالله تو سی سی ان ای میگه. خب داستان بزنم آقا نیست. داستان چیه؟ داستانی که من یه روتر دارم حالا بهتره که یه پیغام برودکست از این ارسال میشه. حالا داستان چی میشه؟ اصطلاحاً میگن این پیغامو که میفرسته سویچ قرار شد رو تمام اینترفیس های دیگهش بفرسته، ولی روتر بریکاپ میکنه پیغام های دقت بکنه، میگن روتر ها بریکاپ میکنن پیغام های برودکست رو، برودکست مسیج ها رو. یعنی چی؟ یعنی دیگه این از اینجا بیرون نمیره، هر چی از همین توی دیگه. هرچی از همین توه. خب یا به عبارت دیگه میگن روتر به تعداد اینترفیس هاش چی داره؟ برودکست دومین داره. یعنی اگر مثلا این روتر من یه FA 00 داشت و یک FA 01 داشت، یعنی دو تا اینترفیس داشت، این روتر من میشد یه برودکست دومین یک اینجا، یه برودکست دومین یک هم دو هم اینجا. به خاطر همینه که اگر مثلا اینجا میخواید NID 2068 10/24 بدید، دیگه اینو نمیتونید توی یه IP تو این رنج این در بدید. یعنی اینجا باید مثلا باشه 2/68 2/24، یعنی اصلا تو دو تا سابنت مختلف. اوکی؟ یعنی اینها اولا باید دو تا سابنت مختلف باشن. پس خلاصه میکنم برودکست دومین توی هاب یه دونه داریم، توی سویچ کاندیشنال یه دونه داریم، ولی من می‌نویسم تا بعدا بگم به تعداد ویلن ها، و توی روتر هم میگیم چی؟ به تعداد اینترفیس ها. اینترفیس های روتر
درسته؟ بله. حالا اونجایی که شما گفتی آقا بسته میرسه چیکار میکنه؟ حالا یه بسته میاد اینجا چند انسان نبر؟ 2 168 100 اسلش 24 اینجا رو من چی ست کردم؟ اف ای 0 192 168 11 اسلش 24 خب بسته میاد انکپسوله میشه. سوالی که تو بریک پرسیدی از من این بود، میگفتی آقا یه بسته فرستادی میخواد بره برای کجا؟ خب سورس آی پیش که میشه همین، میشه 100. دستینیشن آی پیش میخواد بره به سمت سرور گوگل 4 تا 8. خب این که تو این NIDه نیست، چیکار باید بکنه؟ باید تحویل دیفالت گیتوی بده. چیه؟ با یک سناریو توی در واقع ترک بعدی با هم دیگه این رو بازش میکنیم. قصد نمیشه این سفری قرمی که